بسم الله الرحمن الرحیم. من سرمانه عبدالی هستم، دانشجوی دکترای رشته تکنولوژی آموزشی با آموزش درس طراحی آموزشی در خدمتتون هستم. درس یکم در مورد کلیات و مفاهیم طراحی آموزشیه. اولین مفهومی که لازمه باهاش آشنا بشیم مفهوم آموزش و پرورش یا ادویکیشنه. وقتی که در مورد آموزش و پرورش صحبت می‌کنیم، منظورمون فقط فعالیت‌هایی که در مدارس ابتدایی و راهنمایی متوسطه برای دانش آموزان انجام میشه نیست، چون در این صورت معنای آموزش و پرورش رو خیلی محدود می‌کنیم. اگه بخوایم آموزش و پرورش رو به این معنی محدود در نظر بگیریم، آموزش‌هایی که توی مراکزی بجز مدارس انجام میشه، طبیعتاً نادیده گرفته میشه. پس لازمه که تعریف جامع‌تری از آموزش و پرورش داشته باشیم. اومدن یه تعریف جامع از آموزش و پرورش ارائه دادن که طبق این تعریف آموزش و پرورش جریان یا فرایندی منظم و مستمره که هدفش چیه؟ هدفش هدایت رشد همه جانبه ی انسان، چه در بُعد جسمانی و چه در بُعد روانیه، تا این افراد بتونن معارف بشری و هنجارهای مورد پذیرش جامعه رو کسب کنن و بهشون کمک کنیم که استعدادهاشون شکوفا بشه. پس آموزش و پرورش به مراکز رسمی و خاص محدود نمیشه و حیطه گسترده‌ای رو شامل میشه. اگر بخوام مثال براتون بزنم، مثل گروهی از دانش آموزان که برای یادگیری درس آمار اومدن در خارج از مدرسه در کلاس‌های آموزشی آزاد شرکت می‌کنن، یا نوجوانی که داره توی اینترنت به دنبال مطالبی در مورد انواع مثلا قالب‌های شعری می‌گرده، یا کودکی که داره با موبایلش بازی می‌کنه و در این بازی با مفهوم طبقه‌بندی اشیا آشنا میشه. مفهوم بعدی مفهوم آموزش یا اینستراکشنه. اگر بخوایم آموزش رو تعریف کنیم، میتونیم بگیم که آموزش هر گونه فعالیت از پیش طرح‌ریزی شده هستش که هدفش چیه؟ هدفش آسان کردن یادگیری برای یادگیرندگان. نکته که در مورد آموزش خیلی مهمه اینه که آموزش در محیطی مشخص و با هدف‌های آموزشی معین صورت می‌گیره. مثلا زمانی که یک دانشجو به صورت مجازی و با هدف‌های از پیش تعیین شده در حال یادگیریه، با این وجود که معلم رو نمی‌بینه اما داره از آموزش بهره‌مند میشه. واسطه انتقال آموزش اینجا به جای معلم چیه؟ شبکه اینترنته. حالا اگه بخوایم مفهوم آموزش رو با مفهوم آموزش و پرورش مقایسه کنیم، میتونیم بگیم که آموزش و پرورش در هر مکانی و هر زمانی صورت میگیره، اما آموزش فرایندی رسمی‌تر، منظم‌تر و مشخص‌تره و همچنین طرح زمانی و مکانی مشخصی داره. بریم سراغ مفهوم بعدی که مفهوم تدریس یا تیچینگه. اگر بخوام یه تعریف از تدریس ارائه بدیم، میتونیم بگیم که تدریس فعالیت‌های منظم، هدفدار و از پیش طراحی شده است که معلم در تعامل با شاگردان و به صورت رو در رو انجام میده. و هدف از تدریس چیه؟ هدف از تدریس ایجاد شرایط مطلوب برای یادگیریه. پس نکاتی که توی تدریس خیلی مهمن چیان؟ یکی تعامل و یکی هم این که چهره به چهره یا رو در روه. مثلا فرض کنید معلمی میخواد درس علوم رو به دانش آموزانش آموزش بده. این معلم برای ارائه یک آموزش خوب فعالیت‌های زیادی رو باید انجام بده. مثلا اول باید طرح درسش رو آماده کنه، در مورد روش تدریسی که میخواد ازش استفاده کنه تصمیم بگیره، رسانه‌ها و موادی رو که برای آموزش بهشون احتیاج داره از قبل تعیین کنه و همچنین سوالات و تکالیفی رو برای دانش آموزان تهیه کنه. و در نهایت همه این مواردی رو که از پیش در موردشون تصمیم گیری کرده بیاد توی کلاس درسش پیاده کنه. این مواردی رو که معلم در کلاس درس و به صورت رو در رو با دانش آموزانش انجام میده بهش میگیم تدریس. پس اگر بخوایم مفهوم تدریس و آموزش رو با هم مقایسه کنیم، میتونیم بگیم که تدریس بخشی از آموزشه. یعنی یک معلم ممکنه در حال ارائه آموزش باشه ولی تدریسی نداشته باشه. بریم سراغ مفهوم بعد، کارآموزی یا ترینینگ. کارآموزی رو بیشتر برای آموزش مهارت‌ها و حرفه‌ها مطرح می‌کنیم، یعنی قابلیت‌هایی که برای انجام یه شغل مورد نیاز ما هستن. پس می‌تونیم بگیم کارآموزی یعنی گسترش نگرش، دانش، مهارت فرد و الگوهای رفتاری او برای انجام عملکرد مناسب در یک تکلیف یا شغل معین. Thank you.
Đây là một số các loại cây rồi hoa các bạn nhé, và ta đang chăm sóc tỉa cành cắt ngọn để làm sạch cho cây và bắt sâu nhổ cỏ. Làm bốn cục cây các bạn nhé. Video của chúng tôi đến đây cũng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình video lần sau. Cảm ơn các bạn cũng đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cách chăm sóc cây cũng như tỉa cành cắt ngọn thì chúng ta phải